یکی از پردرخواستترین موارد همیشه مربوط به روغنهای خوب و بد بوده چه روغنی خوبه چه روغنی برای آشپزی خوبه چی بخوریم سرطان نگیریم چی برای قلب خوبه و هزار یک سوال دیگه که در آخر ما رو شنیدن گیج میکنه فروشگاه رفتید دیگه صد و یک مدل روغن مختلف هست که همگی هم ادعا به طبیعی بودن سالم بودن و کلی شعار دیگه دارن در آخر گیج میشیم و نمیفهمیم چی خوبه برای ما چی بد امروز هم ما بهتون کمک میکنم از این وضعیت نجات بدیم <متصفح> درود به همگی فرشید جلیان هستم نه پزشکم و نه سعی میکنم باشم و امروز میخوام راجع به روغنهای مختلف خوبها و بدهاشون صحبت بکنم این قسمت مقداری طولانی خواهد بود اگر آدم کم ای هستید و فقط جواب رو میخواین از روی زمانبندی مشخص شده که اون زیر هست برید و هر روغنج رو که میخواین ببینید اطلاعاتش رو اما اگر میخواین یاد بگیرید که چطوری به این نتیجه رو رسیدم با من همراه باشید تا اول بهتون مایگیری یاد بدم قبل از پرسیدن هر سوالی مطمئن شید که این قسمت رو کامل و با دقت دیدید مخصوصا نکات آخر ویدور. برای اینکه متوجه بشیم روغن خوب و بد چیه باید با چند اصطلاح آشنا بشید شاید بدونید که اما اگر نمیدونید باید بدونید که به طور کل سه مدل ساختار چربی داریم چربی اشباه شده چربی غیر اشباه و غیر اشباه چنگانه اولی خوبه و دومی دو بد نیست اما سومی سو چربی اشباه چنگانه به شدت برای ما مضر هست چون پایدار نبوده و باعث ایجاد التحاب در بدن میشه درک این موضوع و این تفاوت خیلی بهتون در تشخیص روغن خوب و بد کمک میکنه پس صبور باشید و با دقت ببینید حالت اول که چربی اشباه باشه ساختار در یک خط صاف قرار داره زنجیرش ممکنه کوتاه یا بلند باشه اما در کل یک خط صاف هست چون بین تک تک کربن ها فقط یک باند وجود داره همه به یک شکل هستن پس در آخر خیلی راحت کنار هم دیگه جمع میشن و با هم دیگه جفت میشن و در دمای اتاق حالت جامد دارن حالت دوم غیر اشباه هست یعنی وقتی که یکی از باندهای بین کربون ها نقطه های اتصال دوگانه باشه این اتصال دوگانه که بهش دابل باند هم میگن یک کوچولو ساختار رو از حالت خطی خارج میکنه پس دیگه صاف صاف کنار هم دیگه قرار نمیگیرند در نهایت در دمای اتاق مایع هستند تا اینجا اوزا خیلی بد نیست فقط بدونید که اون دابل باند نقطه ضعف هست چون با اکسیژن خیلی سریع واکنش میده و اکسید میشه حالت سوم غیر اشباه چندگانه هست وقتی که از همون دابل باند بیشتر از یکی داشته باشیم اینجا دیگه چندین و چند بار این ساختار داره هی خم میشه و خم میشه و خیلی پایدار نیست در آخر تعداد این دابل باند ها هر چه بیشتر باشه فرایند واکنش با اکسیژن یا همون اکسید شدن بیشتر و بیشتر میشه این اکسید شدن میتونه حتی در دمای اتاق هم اتفاق بیفته یا روی حرارت اگر چربی پایدار نباشه رنگ روغن رو اگه دقت بکنید عوض میشه این اکسید شدن یعنی همون التهاب در بدن که برای مقابله باهاش هر روز دنبال یه آنتی اکسیدان جدید هستیم تا پیر نشیم دنبال درمان بودن خوبه اما میخوام بیایتون بدم چطور از اول از اکسید شدن کم بکنیم حالا نتیجه که هرچی ساختار چربی پایدارتر باشه در آخر برای ما بهتره اما مورد دومی که بر اساس اون روغن خوب و بد رو تشخیص میدیم برمیگرده نه به منشه اون روغن بلکه نحوه که درست شدنش اون مواقع صرفا جهت تبلیغات مواردی روی بسته ها نوشته میشه که فقط حس ما رو نسبت به اون محصول بهتر کنه خیلی از روغن ها مدام نوشته میشه که گیاهی هن. تماما گیاهی، سالم، خب سیب زمینی سرخ کرده هم از سیب زمینی میاد که به ذات چیز بدی نیست و منشای گیاهی داره ولی میدونیم که طی درست شدنش اتفاقاتی میفته که در آخر ناسالم میشه چه اتفاقاتی کوتاه بخوام نگرش دارم باید بدونیم که برای خارج کردن روغن خیلی از دانه ها مخصوصا از مواد شیمیایی مثل هکسین استفاده میشه اصلا چیزی نیست که بخوام از خودم در بیارم تقریبا تمام شرکت های تولید کننده این توضیحات رو توی وبسایت خودشون قرار میدن فقط جایی که کمتر کسی میره بخونه این ماده انقدر سمی هست که روغن به دست اومده به هیچ وجه قابل استفاده نیست و باید کلی مراحل مختلف طی کنه تا فراوری بشه سمزدایی بشه تعمش گرفته بشه و در آخر اینا چیزی که به دست من شما میرسه با اینکه از یه منبع سالم بوده اما چیز سالمی نیست و اما مورد سومی که باید بهش توجه کرد نسبت چربی های اومگای رایج در روغن هست که فرض کنید سه تا خواهر هستن اومگا سه خواهر کوچیک تعتقاری همه دوستش دارن خیلی شیرینه اما در آخر برای پدر مادر خیلی خرج داره و خب هست پیششون و برای قلب و سلامت مغزشون خوبه چیزی که تو ماهی پیدا میشه در اصل اومگا 9 خواهر بزرگی است زحمتکش خونه خیلی پایدار ازدواج هم کرده احتمالا تو 19 سالگی ضد التهاب است نه به اندازه سه اما خیلی خواص دیگه داره اومگا 6 اما خواهر شر و شور و نام خلف این وسط است التهاب ایجاد میکنه هر روز یه شر به پا میکنه و برای قلب و سلامت مقص نه تنها چیز خوبی نیست بلکه شدیدن هم مزر هست چون سر زیاده وقتی هست فرصت جذب شدن به بقیه نمیده از اونجایی که گیرنده های این دو در بدن یکی هستن وقتی اومگا شش زیادی مصرف کنیم دیگه سه و 9 رو اصلا جذب نمی کنیم اومگا شش هم به شدت و وفور در مواد غذایی مختلف فست فود، نون، گوشت، لبنیات همه چی تقریبا هست پس روغن خوب روغنی هست که بیشتر امیگا 3 و 9 داشته باشه تا با 6 روغنی که سرشار از امیگا 6 باشه حالا شاید مصنوعی هم امیگا 3 بهش اضافه کنند در آخر باز به درد ما نمیخوره چرا که ناپایدار هست اکسید میشه التحاب ایجاد میکنه و همین التحاب دردسرهای زیادی برای ما درست میکنه بعد نیست بدونید که از نظر ساختاری اومگا 9 جنس قدیم و خیلی پایداره یعنی فقط یک دابل باند داره اما دخترهای کوچکتر جنس جدید شدیدا ناپایدار و چندین و چند دابل باند دارن با توجه به این توضیحات بریم روغنهای خوب و بد و بدتر رو از همدیگه جدا بکنیم این روغنها رو لیست میکنم و بر اساس صحبتهای قبل بهشون از یک تا ده نمره میدم در آخر هم چند نکته مهم داریم که حتما از دست ندید با بدترین روغنی که به ذهنم میرسه شروع کنیم هرچند انتخاب بدترین بین کلی بد سخت است اما روغن هسته کتان یا همون پنبه هم اومگا 6 زیادی داره هم شدیدن فراوری شده است انقدر زیاد که محصول اول و آخر اصلا یکی نیستند اگر کم فراوری بشه چیزی قاتیش نباشه نقطه دودش میشه هدرش 105 درجه که مناسب آشپزی نیست اگر دیدید روش زده مناسب آشپزی بدونید کلی محصولات نفتی قاتیش شده که مقداری پایدارش کنه و نقطه دودش به هلوش 210 درجه برسه توی یه قسمت دیگه گفتم که قبل از ارزون شدن و در دسترس شدن نفت محصولاتش به عنوان روغن ماشین استفاده می شده اصلا جز زایات محصول اصلی یعنی خود کتان هست خیلی چیز طبیعی نیست حتما ازش دوری کنید نمیخوام زیادی تحقیرش کنم اما بهش منفی 5 از ده میدم بعدی باز به کتان رب داره اما از بذرش میاد روغن بذر کتان 53 درصد امگا 3 داره 18 درصد امگا 9 و فقط 13 درصد امگا 6 بعد یه جمع بزنید میبینید فقط 9 درصد باقی میمونه که چربی اشباه هست پس با اینکه ترکیب خوبیه اما خیلی پایدار نیست به خاطر همین هم نقطه دودش فقط 107 درجه هست که اصلا مناسب آشپزی نیست یه مشکل دیگه هم داره که برمیگرده به همون پایدار نبودنش و اون اینکه خیلی زود اکسید میشه حتی در دمای اتاق اکسید هم که بشه خب التهاب ایجاد میکنه بعد هی باید بریم دنبال فلان میوه آنتی اکسیدان یا فلان داروی آنتی اکسیدان تا جبرانش کنیم تنها در صورتی که تو فریزر نگهداری شه و مصرف سرد داشته باشه میتونه روغن بدی نباشه نمره دو از دهبش میدم یکی دیگه از هسته هایی که باز روغنش رو همش تبلیغ میکنن هسته انگور هست خیلی شیکه چرا بد باشه دیگه خب این روغن فقط 10 درصدش اشب شده است یعنی پایدار است 14 درصد امگا 9 داره یعنی بقیه حدود 75 درصد امگا 6 است شدیداً ناپایدار اینجا یه روغن طبیعی اما ناسالم داریم 4 از 10 بهش میدم اما روی بسته بندی رو میخونید میبینید که نقطه دود 216 درجه داره خب الان باید بپرسید از خود خودتون که اگر یه 75 درصد یه 15 درصد یعنی 90 درصد روغن چربی ناپایدار هست چطور نقطه دودش انقدر بالاست؟ از نظر شیمیایی فیزیکی اخلاقی شدنی نیست قطعا چهار تا ماده شیمیایی توش هست که نقطه دودش اینقدر بالا رفته پس منم هم همون چهار نمره را ازش میگیرم و دو تا هم میزنم تو سرش و بهش منفی دو از ده میدم روغن آفتابگردان داستانش دقیقا مثل مورد قبل هست. حدود 90 درصد روغن چربی غیرش با چندگانه هست. چیزی که گفتم به شدت ناپایدار هست و در آخر مزر برای ما. 65 تاش هم اومگا 6 هست. اینجا باز باید از خودتون بپرسید وقتی این درصد از محصول چربی ناپایدار هست چطور نقطه دود 230 درجه داره؟ دیگه چی توش هست؟ قطعا با یه سری محصولات نفتی فراوری میشه تا به این دما برسه آفتابگردان گردان اما روغنش آم نچندان. برای این که اچاف نشه همون منفی دو هسته انگور رو میگیره روغن های سویا و ذرت شبیه به هم دیگه هستند هر دو نزدیک به 55 درصد امگا 6 دارند شدیداً فراوری میشن تا برای پخت و پز در دمای حدود 220 درجه مناسب باشن این دو توی سه دسته بندی که اول قسمت گفتم شدیدن ضعیف عمل میکنن به علاوه یک مورد دیگه مشکل این دو محصول این هست که خود محصول هم به ذات چیز خوبی نیست بله ذرت و سویا همیشه بوده همیشه مصرف می شده چیز خوبی بوده اما محصول امروز محصول صد سال پیش نیست انقدر دستکاری ژنتیکی شده که هیچ حشره و حیوونی دیگه سمت مزاره اینا نمیره او مردم پوست دونه ذرت رو دقیقا همون شکلی دفع میکنند. چرا؟ چون نمیشه حزمش کرد. این محصولات به شدت انسولین رو تحریک کنند و عمدتا برای خوراک دام و تویور استفاده میشن تا زودتر چاق و چلشن و مناسب برای فروخته شدن. من از نزدیک دیدم باور نمی کنید چهار تا دامداری یا مرغداری برید و خودتون ببینید. آمار جالبی راجع به مصرف روغن سویا هم هست که باید ببینید روی تصویر اگر نمیبینید و گوش میکنید باید بدونید که از دهه 50 میلادی تا سال 2000 مصرف روغن سویا در آمریکا تقریبا ده برابر شد. اگر چیز خوبی بود قطعا آمار بیماری های مختلف کمتر می شد. نبیشتر. روغن های سویا و ذرت هر دو صفر می گیرن چون دقیقا از روی دست همدیگه نوشتن. مورد بعد روغن کنولا یا کلزا هست. حجم عظیمی اومگا 9 داره خودوش 61 درصد خیلی پایدار نیست با فقط 7 درصد چربی اشباه ولی نقطه دود 230 درجه داره این یعنی احتمالا چیزی قاطی داره به عبارت قشنگتر فراوری شده هست و خب بله غیر فراوری شدهش خیلی خیلی کمتره دمای دودش حدودش 107 درجه است اینجا هم برای مصرف سرد به شرط نگهداری در یخچال میتونه گزینه خوبی باشه اما قطعا مناسب آشپزی نیست بهش دو از ده میدم فراوری شدهش هم که اصلا به درد نمیخوره کاری باش نداریم تو امتیاز بندی نمیاریم مورد بعد داستانش تقریبا تکراریه روغن گل رنگ یا سفلاور خیلی شبیه به همون کنولا هست یه مقدار وزش بهتره نقطه دود فراوری شدهش باز 230 درجه است که مجددا کاری باش نداریم به درد خودشون میخوره اما اگر پرس سرد و فراوری نشده باشه جنس خوب پیدا کنید نقطه دودش میشه باز هلوش 107 درجه که مجددا برای مصرف سرد خوبه اما بهتر در یخچال نگهداری شه به خاطر اومگا 6 کمترش به این 3 از 10 میدم کنجد خودش خوبه روغنش اما اگر فرآوری نشده باشه خیلی شفاف و شیک نیست اما برای مصرف سرد هم بد نیست نسبت اومگا 6 به 3 تو این روغن 42 به 1 هست تقریبا 41 درصد حجمش اومگا 6 هست اصلا خوب نیست چون نمیذاره اومگا 3 برای مثال اومگا 3 ماهی که مصرف میکنید اصلا جذب بشه در کل 16 درصدش چربی اشباه یا پایدار هست و بقیه ناپایدار که در آخر التحاب زیادی در بدن ایجاد از طرفی نمیذاره نقطه دود بالایی داشته باشه یعنی حدود 177 که خیلی عجیبه برای این ترکیب چرا عجیب؟ اگر ارده کنجد تازه پرس سرد گرفته شده که خیلی راحت پیدا میشه اصلا درست کردنش فرایند صنعتی و شیمیایی خاصی نداره رو دیده باشید یا بگیرید میبینید که روش یه روغنی میندازه اون روغن رو من توی مایتا بریختم و خیلی زودتر از کره سوخته نقطه دود کره 150 است پس با این میدونم همین چیزی که به اسم فراوری نشده به ما میندازن هیچ ترکیب دیگه ای توش نباشه نمونه فراوری شدهش هم که نقطه دود بیشتری داره هولوش 230 درجه که قطعا ضررش بیشتر هست اما به نسخه خوبش نمره 3 از 10 میدم مورد بعد خیلی خیلی شبیه کنجت هست یه کوچولو وزش بهتره اما روغن بادم زمینی هولوش 20 درصد چربی پایدار داره مقداری بیشتر از کنجد 31 درصد امگا 6 داره و امگا 3 اصلا نداره هیچ یعنی با اینکه ترکیب ساختاریش اجازه میده که نقطه دود بیشتری داشته باشه اما در آخر نقطه دودش کمتر هم هست این نشون میده کنجد یه جایی تقلب کرده بوده نقطه دود روغن بادم زمینی فراوری نشده هلوش 160 است برای آشپزی درست یعنی با شوله کم خوبه اما نه بیشتر نسخه فراوری شدهش تا 230 درجه هم بالا میره ولی خب من توصیه نمی کنم بگیرید به روغن بادام زمینی فراوری نشده هم نمره 4 از ده میدم یکی از طبیعی ترین روغن ها میتونه از چربی حیوانی گرفته بشه چه گاو چه گوسفند چه خوک بز همگی یه چربی دارن که با کوچکترین حرارت خیلی راحت آب میشه و روغن خوبی ما میده حرارت که هیچی توی دستم بگیرید گاهی شروع میکنه به آب شدن هر جای دنیا هم برید بسته به اینکه چه حیوانی دم دستشون باشه از دنبه به عنوان چربی برای آشپزی استفاده میکنه. خوبی این چربی ها اینه که تقریبا نصفشون رو چربی های پایدار اشباه شده تشکیل میده و معمولا اومگا 6 بعد کمتر از 5 درصد هست قطعا این درصدها ها برای چربی گاو یا گوسفند یا هر چیز دیگه ای متفاوت هست و همینطور تعم ولی کلیت همینه خوبی این روغن ها اینه که تا 200 درجه سانتیگراد هم تقریبا هیچ مشکلی ندارن بعدیشون برمیگرده به طعمشون که به نظر من عالیه اما به هر غذایی شاید نخوره و از طرف این مصرف سرد هم نداره و خب هر کسی هم خوشش نمیاد اینه که بهش 6 از 10 میدم مورد بعد روغن آووکادو هست این روغن 10 درصد پایدار هست چربیش با 66 درصد هم امگا بزرگ عزیز یعنی 9 داره امگا 3 نداره یک درصد ولی 6 هم کمه یعنی در کل چیز خوبیه فراوری نشده باشه نقطه دود 250 درجه داره که خب خیلی خوبه زیادی خوبه فراوری شده اش 270 که 20 درجه ارزش نداره همه اینا خوبه اما هنوز دو به شک هستم که فقط با 10 درصد چربیش با چطور نقطه دود 250 درجه داره خیلی عجیبه در مقایسه با بقیه روغن ها ممکنه یک کارایی روش انجام بشه که من چیزی راجبش پیدا نکردم عطر و تعمی داره که خیلی هم ایدئال برای آشپزی نیست در آخر میتونید بدون عطر و تعمش رو بگیرید فیلتر شده که باز چیزی به غذا نمیده که اونم باز جالب نیست من بهش 6 از 10 میدم فعلا تا ببینم ترم بعد نمرش بیشتر میشه یا یه دلیلی پیدا میکنم و مردودش میکنم یکی از بهترین روغن ها چه برای پخت و پز چه مصرف سرد روغن نارگیل هست بیشتر حجمش چربی اشباه شده هست یعنی چربی که پایدار هست تنها دو درصد اومگا 6 داره که دیگه از این نظر نمونه بهتری تقریبا وجود خارجی نداره نقطه دودش هلوش 180 درجه است که برای پخت و پز با دمای متوسط ایدئال هست. معمولا بیبو هست اما به دهن من مقداری تلخه. یه جوریه. ایدئال نیست برای پخت. در آخر تعم خاصی به غذا نمیده و مشکل منم دقیقا باهاش همیده. واسه همینه که یه مقدار سختگیری بیخود میکنم و بهش 8 از ده میدم ولی شما بخرید من به شخص ازش استفاده میکنم خواهرم همیشه میخره خیلی راضیه یکی از بهترین ها سلطان قلب ها چیزی که من خودم خیلی دوست دارم کره هست نقطه دودش پایینه 150 درجه اما وقتی سر حوصله آشپزی کنید اصلا مهم نیست چون دما رو بالا نمیبرید کره عطر و طعم فوق العاده ای داره که باعث شده اصلی ترین ماده اولیه در آشپزی سنتی فرانسوی باشه البته که وقتی میگم کره منظورم کره حیوانی هست چیزی که خیلی راحت میتونید از یه شیر پرچرب خودتون تو خونه بدون هیچ فرایند سنتی خاصی درست بکنید یعنی همیشه در گذشته این اتفاق میافتاده سالهای سال مردم همینطوری کره درست میکردن چیز عجیب غریبی نبوده و نیست در مقابل مارگارین قرار داره که فوق العاده فراوری شده هست اصلا تحویلش نمیگیریم کاری باش نداریم کره خیلی عزیزه اگه میشد بهش ده میدادم ولی خب بیشتر از نوه نمیگیره چون فقط هوا که گرم میشه آدم و تنها میذاره مورد بعد روغن زیتون هست همه میشناسیمش تصفیه نشدهش بهترین چیزیه که میتونید استفاده بکنید قطعا سردش برای سالات کاملا ایدهال هست مقدار امگا 6 خیلی کم اولوش 9 درصد اما امگا 3 هم نداره روغن زیتون بیشتر حجمش اولوش 75 درصد خواهر بزرگ است یعنی امگا 9 شاید کسل کننده باشه اما چربی تک اشباه شده پایداری هست و همچنان مفید اما متاسفانه برای پخت و پز نه خیلی دمای دودش هلوش 160 درجه هست که همچنان برای پخت و پز با دمای پایین کاملا مناسبه اما بالاتر نه خیلی از قجه های ایتالیایی عموما با روغن زیتون درست میشه چون خیلی حرارت بالایی داده نمیشه سر حوصله درست میکنن که خب مشکلی هم با این روغن نیست البته حتما میبینید که روغن هایی هم هستن که فراوری شده یا شفاف شدن اینا رو هر چی داغ کنید آخ نمیگن چون در آخر روغن زیتون نیست کلی چیز قاتیش کردن که به اسم روغن زیتون میفروشن من به روغن زیتون ده از ده میدم با اینکه من بزرگ شده جنوب هستم و قلبم برای خوزستان میتپه اما یه تبلیغی هم برای ولایت اصلیم بکنم و اون کرمانشاه است روغن کرمانشاهی مورد بعد هست که خیلی چیز خوبی به حساب میاد این مورد و مورد بعدش که میرسیم بهش هر دو خیلی خیلی شبیه به هم هستن و از کره گرفته میشن کره گفتیم خیلی چیز خوبیه خوش دمه کاملا طبیعی اما ایرادش این بود که زود میسوخت یه ایراد دیگه هم داره کره اون اینکه زود خراب میشه چون هنوز توش آب و شیر هست حالا به وسیله تکنیک هایی که من واقعا دانش علمی و عملیش رو به طور کامل ندارم اجداد عزیز من یاد گرفتن این کره رو یه کاریش بکنن که به این راحتی خراب نشه که هیچ از رو تعمش هم قوی تر بشه روش تبدیل کره به اون روغن کرمونشایی خیلی چیز خاصی نیست و چیزی که در آخر باعث میشه خاص بشه خود کره هست یعنی شیر دام و قبلتر نوی علف به اسم چویر که فقط در منطقه کرمونشاه پیدا میشه روغن کرمانشاهی از بابت ساختاری خیلی شبیه به همون کره است که یعنی تا همین جاش نمره 8 رو میگیره. نقطه دودش اما 250 درجه است. این 250 درجه هم با اضافه کردن چیزی یا ماده شیمیایی به دست نمیاد. فقط یه سری مواد حذف میشه. از طرفی تعمش هم قوی تر از کره میشه. پس بهش دوازده از ده میدم. اصلا فکر نکنید که دارم پارتی بازی میکنم مورد آخر منشه هندی داره اما خیلی خیلی شبیه به همون روغن کرموشایی ما است بهش گی میگن خیلی اسم قشنگی توی لورستان نخواهد بود ولی خب توی هند ثبت کردن چه میدونن البته این اسم خیلی به مزاج انگلیسی ها هم خوش نیومده اسمش رو کلریفاید باتر گذاشتن اگر خواستید بگیرید دقیقا این دو یه چیز هست من تو ایتالیا فعلا ندیدم ولی خب اینجا کرهخور هم نیستن درست کردنش اما زیاد سخت نیست میخوام درست کنم یه بار فیلم میگیرم و براتون تو یوتیوب میذارم باز مثل روغن کرمونشایی مواد اضافه کره جدا میشه چیزی که در آخر میمونه نه خراب میشه نه به این راحتی ها میسوزه تمش هم شدیدن قوی تر از قبل میشه نقطه دودش دقیقا همون 250 درجه روغن کرمونشایی هست که خب معلوم نیست کی از رو دست کی نوشته من به گی نمره 10 از 10 میدم بریم سراغ چند نکته مهم و این ویدیو رو تموم بکنیم بعضی وقتها این روغن ها رو با برچسب پرس سرد میفروشن که اگر واقعیت داشته باشه باز دلیل نمیشه که هیچ مواد شیمیایی استفاده نشده باشه فقط معنیش اینه که روغن مقداری پایدارتر هست و در آخر نقطه دودش خیلی پایین است. پس مناسب پخت و پس هم نیست. اگر روش زده بود پرس سرد و مناسب سرخ کردن قطعا دیگه نگیرید چون خدا میدونه چه دروخ های دیگه ای روی لیبل گفتن. شاید بپرسید چه روغنی برای دیپ فرای خوبه. در جوابتون باید بگم که چرا میخواین همچین کاری با خودتون و خانوادتون بکنید. هر چقدر اون دستور پخ شیک هست هرچقدر ترن شده شما بهتر تصمیم بگیرید و از این کارها با خودتون نکنید اگر دقت کرده باشید تمام روغن های خوب خیلی سرشار از اومگا 3 نبودند خب چون خیلی مهم نیست نه که 3 مهم نباشه خیر اومگا 3 ای که در روغن هست خیلی در آخر ایدئال نیست برید سراغ منابع غذایی اومگا 3 مثل ماهی ولی خب بعدش ماهی رو با یه روغن بعد پر از اومگا 6 سرخ نکنید که دیگه اومگا 3 ماهی اصلا جذب نمیشه مورد چهارم این قسمت راجع به روغنهای خوراکی جهت مصرف سرد و گرم بود لطفا نپرسید یعنی روغن گلزا برای رشد مو خوب نیست نمیدونم اون مصارف غیر خوراکی یه بحث کاملا جداست مورد پنجم یه سری روغن ها مثل روغن کرچک نسبتا خوراکی هم هستن ولی کمتر برای آشپزی و روزمره استفاده میشن اینی که اصلا وارد این لیست نشدن مورد ششم اگر دقت کرده باشید روغن هسته یه چیزی که خوب باشه نداریم چرا که اصلا چیز طبیعی نیست هسته همیشه جز زایات بوده و باید برمیگشته به دل طبیعت و کسی هم کار خاصی باشون نمیکرده تا رسیدیم به دوران هرس و تمه که تولید کننده میخواد از هر قسمت زایات کارش یه سودی ببره پس به هر طریقی شده با هزار و یک ماده و فرایند سنتی و شیمیایی میخواد اون زایات دور ریختنی رو تبدیل به پول بکنه مورد هفتم شاید بپرسید پس چرا میگن روغن اشباه برای قلب خوب نیست؟ خب اون یه نظریه بود که خیلی وقت رد شد الان یه 20 سالی هست که همه میدونن علت سکته قلبی چیزی نیست جز التهاب. یکیش همون اکسید شدن زیادی یه چیزی مثل اومگا 6. برای اطلاعات بیشتر قسمت های هفت و 17 رو فعلا ببینید. و نکته آخر ما قرار نیست همه چیز رو خودمون از صفر درست کنیم. اما اگر چیزی رو تو آشپزخونه خودمون به فرض اینکه زمانش رو داشته باشیم نتونیم درست کنیم چرا باید بخریمش وقتی درست کردن یه چیزی مثل روغن سویا انقدر فرایند سخت و پرخطری داره که هیچ کس نمیتونه توی خونش انجام بده چرا پول بدیم بخریم غیر طبیعی دیگه نخرید ممنون که تا اینجا با من همراه بودید اگر مفید بود لایک کنید تا یوتیوب این قسمت رو به افراد بیشتری نشون بده اگر فکر میکنید برای شخص خاصی هم میتونه مفید باشه برای اون عزیز بفرستید با این کارها یه حمایتی از این تولید محتوای رایگان کردید در آخر مثل همیشه امیدوارم با تنی سالم و دلی شاد از دکتر و راهروهای بیمارستان دور بمونید موفق باشید تا بعد